سرخط خبرها. آمریکا و طالبان در آستانه رسیدن به توافق صلح. خلیلزاد در کابل نظر موافق حکومتی ها را طلب می کند. جنب و جوش دیپلماتیک 5 روز به پایان مهلت ایران. روحانی و مکرون تلفنی حرف زدند تا برجام را زنده نگه دارند. اعتراض خبرنگاران ایران به رفتار سازمان محیط زیست. می گویند بر اثر فشار این سازمان به حاشیه رانده شدند. و تهدید طوفان دریایی دوریان، مردم باهاما را از خانه بیرون راند. اعلام وضعیت فوق‌العاده در 4 ایالت آمریکا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. تحولات افغانستان شتاب بیشتری گرفته. از یک طرف زلمن خلیلزاد نماینده آمریکا در گفتگوهای صلح افغانستان به کابل رفته بعد از پایان نهمین دوره گفتگوها با طالبان در قطر. از طرف دیگر دولت مرکزی میگوید حمله گسترده طالبان به شهر قندوز در شمال را دفع کرده و شورشیان را از شهر بیرون رانده. همه اینها در حالی است که مبارزات انتخاباتی هم کم و بیش جریان دارد. فردین هاشمی استاد دانشگاه از کابل با ماست. آقای هاشمی، از سفر آقای خلیلزاد شروع کنیم. آیا اینکه ایشون بعد از پایان آخرین دور مذاکرات با طالبان به کابل رفته نشونه مثبتیه؟ ببینید، وقتی بحث صلح در افغانستان مطرح میشه، اگر دو طرف مذاکره ایالات متحده آمریکا و طالبان در نظر گرفته میشه، به باور من بخش عمده دیگر نگاهی است که در داخل افغانستان نسبت به پروسه صلح و دیدگاهی است که حکومت و ملت افغانستان داره. بنان میشه گفت که سفر آقای خلیلزاد به کابل و دیدگاه هایی که در کابل نسبت به پروسه صلح مطرح است و خواستار شدن این موضوع از طرف آقای خلیلزاد، نشان دهنده است که ما به دنبال یک صلح باثبات تر در افغانستان هستیم که بتونه منافع ملی افغانستان و در عین زمان ثبات در سطح افغانستان و منطقه به وجود بیاره. و به باور من بعد این یک نشانی مثبت در روند صلح افغانستان در نظر گرفت. هر دو طرف بارها گفتن که به صلح نزدیک شدن ولی توافق نهایی امضا نمیشه، ولی معلوم نیست که دقیقاً چه مانعی وجود داره. ببینید، در 3 ساعت میشه موضوع مطرح ساخت. یکی مسائل ساختار قدرت در داخل خود افغانستان است که وقتی شما یک روند صلح میخواهید پیگیری کنید و به نتیجه مثبت برسانید، نیاز است که او ساختار قدرت در داخل افغانستان به تناسب شرایط خاصی که افغانستان داره مورد اجماع کلی قرار بگیره، که اگر میشه طالبان باشه یک بخش از قدرت، حکومت افغانستان، مردم افغانستان و طبیعتاً جناح‌های مخالف گروه طالبان است در درون ساختار قدرت در افغانستان که اینا یک اجماع کلی برسن. نکته دیگر که باید او اتفاق نظر و اجماع شکل بگیره، توافق منطقه‌ای است یا اجماع نظر منطقه‌ای است. کشورهایی که در همسایگی افغانستان قرار دارن طبیعتاً اینا مداخلات و منافع در افغانستان تعقیب می‌کنن که در پروسه صلح افغانستان طبیعتاً نقش داره و نهایتاً میشه گفت که در سطح کلان و نظام بین الملل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، روسیه و چین نقش دارن در مسائل صلح افغانستان. اجماع نظر کلی در این 300 به باور من میتونه او ثبات و تثبیت پروسه صلح در افغانستان به دنبال بیاره. خب حالا دو طرف به هر حال میگن که ما خیلی نزدیک شدیم، حتی متن بعضی از گزارش های تایید نشده گفته شده که متن نوشته شده و شاید آقای خلیلزاد رفته کابل که متن رو به دولت افغانستان نشون بده. در این صورت چه توجیهی داره حمله های اخیر مثل حمله به قندوز در پی حمله های دیگه که طالبان در جای دیگه کشور انجام داده؟ ببینید، شاید یک جدال تاریخی را نشان میده ما بین سنت و مدرنیته در افغانستان. دیدگاهی که از طرف دولت و مردم افغانستان مطرح میشه بیشتر جمهوریت و در واقع دموکراسی نوپای افغانستان میخواهد تقویت کنه، اما دیدگاهی که متاسفانه از طرف طالبان مطرح میشه بیشتر نوعی تهجر و واپسگرایی در واقع مطرح میکنه در دیدگاه سیاسیش، و حملاتی هم که صورت میگیره به دنبال امتیازگیری بیشتر در روند صلح افغانستان است.
من باورم بر است که وقتی که بحث صلح در افغانستان مطرح میشه یا نمونیش که شما حملات اخیر در قندوز مطرح ساختین، نشان دهنده ای عزیز که ما یک تضاد تاریخی فکری را در مسائل افغانستان امروز شاهد هستیم که خود را به شکل جنگ نشان میده. ولی طبیعتاً صلح پایدار در افغانستان زمان شکل میگیره که نگاه های نوی که در افغانستان در طول 19 سال اخیر ایجاد شده در روند صلح، آنچه که ما بین ایالات متحده آمریکا و طالبان مطرح شده و در مذاکرات صلح پیگیری میشه دیده شده و او موارد در پروسه صلح افغانستان پررنگ تر شده تا ما بتونیم به یک ثبات دائمی تر در افغانستان برسیم. ممنونم ازتون فردینه هاشمی، استاد دانشگاه از کابل. بر اساس گزارش از ایران، شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری، عکاس زندانی بازداشت شده. هنوز مشخص نیست چه نهادی شهرزاد جعفری را بازداشت کرده. خانم جعفری از ماه گذشته در پی بازداشت خواهرش درباره وضعیت او اطلاع رسانی می‌کرد. گزارش شده یک حساب توییتری به نام یار دبستانی که مخالف حکومت است به نوشین جعفری نسبت داده شده. امروز 200 نفر از هنرمندان هم در بیانیه‌ای در مورد وضعیت نگهداری و سلامت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند. این هنرمندان خواستار دسترسی خانم جعفری به دادرسی منصفانه شدند. در ادامه تلاش‌ها برای حفظ برجام، فردا وزیر خارجه ایران به مسکو می‌رود و معاونش عباس عراقچی راهی فرانسه خواهد شد. ایران گفته هدف از سفر آقای عراقچی بررسی پیشنهاد تازه رئیس جمهوری فرانسه است. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده بود که برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری در اختیار ایران قرار بدهند و در عوض ایران تعهداتش در برجام را کم نکند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. 5 روز به پایان مهلت ایران برای کاهش تعهدات برجامیش برای بار سوم. تلاش‌های دقیقه 90 شرکای باقی مانده در برجام تا ایران را قانع کنند تهدیدش را عملی نکند. مقام‌های عالی رتبه وزارت خارجه ایران روزهای پر جنب و جوشی در راه دارند. وزیر خارجه به مسکو می‌رود، معاونش به پاریس. قرار است عباس عراقچی در فرانسه درباره پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور درباره حفظ برجام رایزنی کند، همراه با هیئتی اقتصادی. تصمیمی که ظاهراً دیشب بعد از گفتگوی تلفنی حسن روحانی با همتای فرانسویش قطعی شده. گفتگوی شبه ماراتونی 2 ساعته‌ای که خود نشانه ایست از پیچیدگی برداشتن هر گام بعدی برای حفظ برجام. توپ حالا ظاهراً در زمین فرانسه است. امانوئل مکرون هفته پیش با گشودن درهای نشست G7 بر روی وزیر خارجه ایران شتاب گفتگوها را برای حفظ برجام بالا برد. حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون اما بخش‌های قابل توجه از پیشنهاد فرانسه را تغییر داده. ما بخش‌های قابل توجهی از این پیشنهاد که اونها دادن و مورد قبول ما واقع نشده بود. تیم اقتصادی هم از وزارت نفت، هم از بانک، هم از بخش‌های مختلف میرن که با طرف‌های خودشون مذاکره بکنن. جزئیات این پیشنهاد چندان روشن نیست، اما در گزارش‌های غیررسمی آمده که فرانسه در پی گشایش یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ایران است و پیش قدم رایزنی با آمریکا تا معافیت موقت نفتی برای ایران بگیرد. آنچه روشن است اصرار ایران به بازگشت نفتش به بازار جهانی و کمر صاف کردن بعد از فشار تحریم‌های آمریکاست. هیئت اقتصادی که فردا در پاریس بر سر میز مذاکره می‌نشیند نشانه همین خواست است. خواستی که اگر برآورده شود احتمالاً گل دقیقه 90 به نفع برجام خواهد بود. شبنم شعبانی، BBC. از رضا علیجانی روزنامه‌نگار پرسیدم پیشنهاد فرانسه برای گشایش خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ایران تا چه حد به حفظ برجام کمک می‌کند. الان آقای عراقچی می‌خواد به فرانسه بیاد و احتمالاً مذاکره در رابطه با اون اینستکس و اینکه ایران قدم سومش رو برای کاهش تعهدات برجامیش بر نداره ادامه پیدا کنه. از سوی ایرانی‌ها هم علائمی مشاهده شده که مثبت ارزیابی کردن اینها رو. البته شنیده از محافل رسانه‌ای تهران حاکی از این هست که ایران خواهان 50 میلیارد یورو بوده، اروپایی‌ها 15 تا 25 میلیارد یورو رو پذیرفتن و این میتونه بخشی از بنبست مالی که الان ایران هم در فروش نفت و هم در
مبادلات بانکیش داره رو حل بکنه. دولت ایران الان با چاپ اسکناس داره بخشی از مشکلات رو حل میکنه. این به تدریج تورم‌های فزاینده‌ای رو نشون میده و ارزیابی‌ها در رابطه با اکثر شاخص‌های اقتصادی در ایران به شدت منفی، بحرانی و در حد وخامت هست. بنابراین ایران از هر قدمی استقبال میکنه. این رو هم میشه افزود که میتواند در این سفر آقای عراقچی مذاکره معامله‌ای که در هفته پیش به بنبست رسید هم ادامه پیدا بکنه به صورت غیر علنی و در حاشیه. رضا علیجانی توضیح میداد. خبرنگاران امور محیط زیست در ایران از سازمان حفاظت محیط زیست به دولت شکایت بردند. 25 خبرنگار در نامه‌ای به شورای اطلاع رسانی دولت گفتند سازمان محیط زیست کوشیده آنها را به دلیل گزارش‌های انتقادی به حاشیه براند. پیشتر گزارش شده بود که سازمان حفاظت از محیط زیست به روزنامه‌ها فشار آورده که این خبرنگاران را حذف کنند. همکارم سیاوش اردلان که اخبار مربوط به محیط زیست رو دنبال میکنه با ماست. سیاوش بیشتر برامون بگو شکایت این خبرنگاران دقیقا چیه؟ شکایت این خبرنگاران این هستش که سازمان محیط زیست میخواد ما رو سانسور کنه، میخواد ما رو به حاشیه برونه چون برخوردی انتقادی با این سازمان داریم. ماجرا از اونجا شروع شد که ظاهرا روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به روزنامه ایران زنگ زد، گفت فلان خبرنگار شما نفرستیم به این مراسمی که ما میخوایم، یه خبرنگار دیگر رو بفرستیم. این خبرنگار هم پیشنهاد دادن و این ظاهرا مسبوق به سابقه هم بوده، با چند روزنامه دیگر هم تماس های مشابه گرفتن، گفتن این خبرنگار نفرستین فلان خبرنگار ببرسین. این خیلی باعث شده که خبرنگار امور محیط زیست شاکی بشن، اعتراض کنن. بعد از اعتراض های اونها واکنش خود سازمان حفاظت محیط زیست که تکذیب هم نکرد این کارو کرده ولی توجیه کرد کارشو، این بیشتر بر اعتراض این خبرنگاران افسود و باعث شد که این نامه رو به شورای اطلاع رسانی دولت بنویسند. گفتم به خاطر اینکه سوالای انتقادی میپرسیدن یا از عملکرد این سازمان انتقاد میکردن، انتقادا چی بوده؟ از وقتی که آقای عیسی کلانتری اومده رئیس سازمان محیط زیست شده، یه سری سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که خیلی از این خبرنگارا، نه فقط، خیلی از کارشناسا معتقدن در راستای شعار دولت که ما محیط زیستی ترین دولت تاریخ ایران هستیم، در راستای اون شعارها نیست. صدور مجوز برای صنایع آلاینده‌ای که در زمان ریاست قبلی سازمان حفاظت محیط زیست صادر نمی‌شد، یه عالم از این مجوزها رو صادر کردن به اسم اینکه صنعت نمی‌تونه بخوابه. لایروبی بندر انزلی با مواد بسیار شیمیایی که خیلی از کارشناسا خطرناک ارزیابی کردن، دادن مجوزهای گردشگری در مثل جزیره آشوراده یا تنگ تکاب برخلاف رویه‌های معمول سازمان حفاظت محیط زیست و یک سری سیاست‌های دیگه که عمدتاً به نظر خبرنگاران و کارشناسان اینها سیاست‌هایی نبودن که بتونه کمک به محیط زیست بکنه. حالا اینا نامه نوشتن شکایت کردن، موضع دولت چیه؟ اینا اول از همه خواستن که عذرخواهی بکنه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا یک مقامی بالاخره عذرخواهی بکنه و این رویه رو تغییر بدن. سازمان محیط زیست که عذرخواهی نکرده و مدیر روابط عمومیش اتفاقا تاکید هم کرده و متهم کرده خبرنگاران به اینا که به عنوان اپوزیسیون دارن عمل میکنن، اپوزیسیون نظام و حکومت. و خود دولت هم نه تنها عذرخواهی نکرده یا واکنشی تا الان نشون نداده، بلکه چند روز پیش تازه خبر اومد که در جشنواره شهید رجایی جایزه دستگاه اجرایی برتر هم به رئیس سازمان محیط زیست داده شد. این دوباره نمکی بود بر زخم خبرنگاران زیست محیطی. بعد دید که نهایت این ماجرا به کجا میکشه. خبرنگاران موفق خواهند شد که دولت رو وادار بکنن دست کم عذرخواهی بکنی یا تغییر رویه بده، حداقل آشتی بده سازمان محیط زیست با خبرنگاران یا نه؟ ممنونم ازت همکارم سیاوش اردلان. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. در پایان دور نهم مذاکرات صلح طالبان و آمریکا در دوحه قطر، دو طرف میگویند در آستانه توافقی تاریخی هستند. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در گفتگوها برای مشورت با مقامات دولت افغانستان به کابل سفر کرده. برای نجات برجام دیپلمات‌های ایران فعال می‌شوند. عباس عراقچی فردا به پاریس می‌رود و جواد ظریف در مسکو با همتای روسش دیدار می‌کند. در ادامه برنامه سعید ملایی قهرمان جودوی ایران میگوید برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی به عمد شکست خورده.
طوفان دریایی دوریان به سواحل جنوب شرق آمریکا و جزایر باهاما نزدیک شده. دوریان مرگبار توصیف شده با بادهایی به سرعت 240 کیلومتر بر ساعت. پیشبینی مسیر این طوفان دشوار است، اما دست کم در 4 ایالت آمریکا از جمله فلوریدا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. از مردم خواسته شده برای حداقل یک هفته مواد غذایی، دارو و آب ذخیره کنند. گرت بارلو گزارش می‌دهد. تصاویر فضایی طوفان دریایی دوریان در حال عبور از اقیانوس اطلس. تغییر مسیر طوفان باعث شده تا ساکنان فلوریدا تا جورجیا و کارولینا خود را برای مقابله آماده کنند. اما دوریان اول از جزایر باهاما عبور خواهد کرد. جزایر باهاما به شدت آسیب می‌بینند. طوفان خیلی شدیده و این جزایر هم کاملاً تخت هستند و در برابر طوفان بی‌دفاع. طوفان به دور جزیره‌ها می‌چرخه و احتمالاً 60 سانتی متر بارندگی داریم. با نزدیکتر شدن طوفان کشتی‌ها به تدریج از منطقه بیرون می‌روند. این تصاویر نیروی دریایی آمریکا را در حال خروج از مسیر طوفان نشان می‌دهد. هشداری مشابه برای کشورهای کارائیب. داریم سعی می‌کنیم ساکنان را ببریم بیرون. گرچه هنوز بعضیشون مقاومت می‌کنند و ما در آخرین درخواست از اونا خواستیم تا برن بیرون، برن به اماکن امن. کشورهای حوزه کارائیب و ایالت‌های جنوبی برای مقابله با باد، باران و امواج طوفانی آماده‌اند. چنین آب و هوایی برای این منطقه طبیعی است. فقط باید امیدوار بود و مسائل ایمنی را رعایت کرد. گرت بارلو، BBC News. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، از طوفان چه خبر؟ یکی از مهمترین خبرهایی که هست اینه که الان دیگه این طوفان درجه 4 نیست و ارتقا پیدا کرده و شده درجه 5، یعنی در واقع خطرناکترین درجه ای که میتونه یک طوفان داشته باشه. سرعت بادها افزایش پیدا کرده، بادهایی که درون این طوفان در حال چرخیدن درون خودشون هستند 260 کیلومتر بر ساعت سرعت دارن و خود طوفان اینجاش که ماجرا رو سخت‌تر هم می‌کنه، خود طوفان با سرعت خیلی خیلی پایینی در حال تکون خوردن و جابجا شدن، حدود 12 کیلومتر بر ساعت. یعنی حسابشو بکنین، یک نیروی چرخنده و خرد کننده و خراب کننده ای که داره با این سرعت میچرخه و خیلی آروم آروم از جایی که میگذره میتونه همه چیز رو اونجا خراب بکنه سر راهش و پیش بره. برای همینه که خیلی از جاهایی که تصور میکنن هواشناسا امکان داره که این طوفان به اونجا برسه، مردم رو از اونجا بیرون بردن، یعنی ساکنان رو تخلیه کردن تو همین جزایر باهاما که توی گزارشم بود و بسیاری از این، چون میدونین که اینا 700 تا جزیره کوچیک و بزرگ هستن کنار هم دیگه، اینا چند تایشون مثلا فرودگاه هم دارن. همه فرودگاه ها بجز فرودگاه بین المللی اصلی که در جزیره اصلی از تعطیل شدن، فرودگاه اصلی احتمالاً هنوز مشغول بیرون بردن آدم ها هستن یا آوردن کمک هایی که اونجا میشه. و اینکه این احتمال میره که این طوفان با رسیدن به نزدیکی خاک آمریکا، یعنی سمت فلوریدا، ایالت فلوریدا، قدرت بیشتری هم بگیره، این ترس وجود داره. دلیلش هم اینه که اینها وقتی از روی این طوفان‌ها وقتی از روی آب‌های گرم رد میشن قدرتشون بیشتر میشه. بعد رئیس جمهوری آمریکا این موضوع رو جدی دیده، اونقدر که حتی سفر خودش به لهستان رو لغو کرده و به جای خودش معاون خودش مایک پنس رو فرستاده به این سفر و گفته که میمونه در ایالات متحده برای اینکه از نزدیک مراقب اوضاع باشه و تصمیم‌های لازم رو بگیره. ممنونم از سام فرزانه با ما. چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری آلمان در مراسم 80مین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم از لهستان عذرخواهی کرده. فرانک والتر اشتاینمایر در شهر ویلون سخنرانی می‌کرد که نخستین شهری است که در جریان جنگ دوم جهانی بمباران شد. مراسم امروز درست در زمانی شروع شد که اولین بمب آلمان در این شهر فرود آمد. در یمن شورشیان حوثی میگویند 60 زندانی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان کشته شدند. به گفته حوثی‌ها این حمله زندانی در شهر زمار را هدف گرفت. هنوز هیچ منبع مستقلی شمار کشته شدگان را تایید نکرده. صلیب سرخ جهانی میگوید گزارش‌ها در این زمینه را به شدت جدی می‌گیرد و دارو و کیسه حمله جنازه به این منطقه می‌فرستد. ساکنان محلی تایید کردند که این شهر دیشب هدف حمله هوایی قرار گرفته. نیروهای ائتلاف گفتند که هدف این حمله ها یک انبار موشک و پهپاد بوده.
آسیه بی بی زن مسیحی پاکستانی که پیش از این به کفرگویی متهم شده بود در مصاحبه با هفته نامه بریتانیایی ساندی تلگراف خواسته بازنگری در قانون کفرگویی انجام بشود. آسیه بی بی همچنین از دادگاه عالی پاکستان تشکر کرده که او را تبرئه کرده، اما گفته خیلی ها هنوز بدون هیچ مدرک یا تحقیقاتی در شرایط طاقت فرسا در زندان هستند. آسیه بی بی پیش از این از اتهام کفرگویی تبرئه و بعداً به کانادا پناهنده شد. سعید مولایی بازیکن تیم ملی جودوی ایران میگوید به عمد در مسابقه های خود شکست خورده تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود. آقای مولایی در دسته 81 کیلوی مسابقه های جهانی مبارزه میکرد. او در مسابقه های مختلف هنگامی که احتمال روبرو شدن با حریفی از اسرائیل وجود داشته شکست خورده. این در حالی است که فدراسیون جودوی ایران به فدراسیون جهانی جودو قول داده بود که ملی پوشان ایران با ورزشکاران اسرائیلی روبرو شوند. پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما اینجا با ماست. پوریا، حالا که آقای مولایی این رو تایید کرده، این چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ بالاخره باز این صحبت بعد یعنی ثابت بشه دقیقاً این گفته ها. خب ایشون این بحث رو مطرح کردن، مسئله اینه که شواهدی که وجود داره هم تایید میکنه صحبت ایشونو، چون دفعه اولی نبود که این اتفاق میفته. تو مسابقه های ابوظبی، تو مسابقه های چین و در مسابقه های پاریس که داریم تصویرش رو نگاه میکنیم، اینجا که با حالتی واقعا گریان و برافروخته داره وارد دوشک میشه، میبینیم که آقای مولایی به نظر میرسه که یک اتفاق دیگه ای داره بیفته و خودش هم اومده تو اون مصاحبه اختصاصی که با شبکه ایران اینترنشنال انجام داد، اونجا گفته که در موارد مختلف این حریفایی که بهشون باخته رو اگر که برید مسابقه ها رو دوباره نگاه بکنید میبینید که توی موردهای دیگه همون حریفان رو اومده شکست داده. بنابراین این صحبت آقای مولایی میتونه به اینجوری استنباط بشه، نه فقط آقای مولایی، مثلا افراد دیگر هم داشتیم، دیدیم که تو همین هفته گذشته یه نفر دیگه از تیم ملی جودو کنار کشید، قبلا هم آقای رشد و نژاد از تیم ملی جودو اومدن و پناهنده شدن به یکی از کشورهای خارجی. در تکواندو هم مسئله مشابه داشتیم، در کشتی هم مسئله مشابه داشتیم. تمام این شواهد رو که میذاریم کنار هم به نظر میرسه که ورزشکارها هستن که درست میگن. حالا استدلال فدراسیون جودو ایران چیه؟ استدلال فدراسیون جودو ایران اینه که همچین خبری اصلا نیست. یعنی صحبتی که هم فدراسیون جودو، هم کمیته ملی المپیک، هم مسئولین وزارت ورزش ایران، اینها همه صحبتی کردن. دیدم آقای سلطانی‌فر برگشته گفته که خانواده آقای مولایی به هیچ وجه تحت فشار نبودن که ایشون به واسه مسابقه خودش رو، و از طرف دیگه میگن که تلاش خودش رو کرده و باخته. ولی که مشکل اینجاست که اینها با همدیگه همخونی نداره. یعنی وقتی که یک کشتیگیری میره اون مسئله معروف باید به بازی که برای علیرضا کریمی پیش اومد و بعدن ازش تجدید شد، به اون مدال داده شد، یا اینکه قانون دیگه‌ای که قبل از المپیک به ورزش کارهای ایرانی گفته شده، در دو موردش رو حداقل میدونم که المپیک 2012 و المپیک 2016 برگشتن گفتن که هر ورزشکاری بره در المپیک و اگه که با حریفی از اسرائیل بخواد مواجه بشه و مسابقه نده، با او جوایزی که به او تعلق پیدا میکنه همونی هستش که مدال طلا میبره. یعنی که از یک طرف یک سیاستی هست که میگه که با اسرائیل نباید مسابقه بدید، ما این کشور رو به رسمیت نمیشناسیم، از طرف دیگه الان میان میگن که ما اصلا هیچ فرمانی از بالا به ورزشکارا ندادیم که با اسرائیل روبرو نشن. اینها رو وقتی که میذارید کنار هم دیگه با هم دیگه همخونی ندارن. حالا الان که خود ورزشکار هم اومده به صراحت گفته که منم مجبور شدم از قصد ببازم و شواهدی هم که گفتی وجود داره، ممکنه محرومیتی برای ایران به دنبال داشته باشه؟ الان تو این مقطع فکر میکنم که یک ذره زوده که راجبش صحبت بکنیم. بالاخره ایران هم یعنی
باید بیایم ببینیم که اول از همه فدراسیون های جهانی، کمیته جهانی المپیک، ما دیدیم که سر ماجرای کشتی هم این بحث ارجاع داده شد به کمیته جهانی المپیک، یعنی دیگه فقط مختص یک رشته ورزشی نبود، بحث این بود که این یک رفتار در مورد کلیت ورزش ایران در مقایسه با یعنی که یک مورد به خصوص رو بخوایم نگاه بکنیم. در هر صورت اونها هم استدلال خودشون رو خواهند داشت. باید اول از همه ببینیم که اون فدراسیون های به خصوص چه صحبتی میکنن، وقتی که ارجاع میدن مسئله رو به کمیته جهانی المپیک، اونها چه رأی رو صادر میکنن، چه معجزاتی رو در نظر خواهند گرفت اگر که اصلا در نظر بگیرن، و در نهایت باز هم ایران میتونه بره به دادگاه عالی ورزش شکایت بکنه که به این مسائل نگاه بکنه. کلا وقتی که این ماجرای آقای مولایی پیش اومد، حتی وقتی که همکاران ما در بخش ورزش بی بی سی به فدراسیون جهانی جودو نامه نوشته بودن و گفته بودن در این مورد، میگفتن که خیلی سخته که ما بخوایم انگیزه آدم‌ها رو بخوایم دقیقاً بدونیم که چی توی مغز اونها میگذره. بنابراین شواهد باید بیاد توی دادگاه عادل اونجا نگاه بشه و ببینیم که کدوم طرف داره درست میگه و بعد ببینیم چه رأی صادر خواهد شد. ممنونم ازت همکارم پوریا جعفری. دولت آمریکا درباره کمک‌های مالی خارجی به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در این کشور سختگیری بیشتری اعمال می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت آموزش آمریکا از چند دانشگاه و مؤسسه علمی خواسته که مستندات کمک‌های خارجی دریافتیشان را ارائه کنند. کمک‌های مالی دولت‌های عربستان، قطر، روسیه و چین از جمله مواردی هستند که زیر ذره‌بین قرار گرفتند. از فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل آمریکا، پرسیدیم که نفوذ کشورهای خارجی در دانشگاه‌های آمریکا چرا حساسیت برانگیز شده. این نفوذی که در ازش صحبت میشه و الان هم خیلی روش حساسیت ایجاد شده، خیلی بیشتر متمرکز روی چین و به این دلیل هستش که خیلی از این کشورهایی که نام بردیم به علاوه کشورهای دیگه، خصوصا کشور خلیج فارس مثل امارات و همینطور عربستان سعودی، سال هاست که دارن تلاش میکنن که با سرمایه گذاری توی دانشگاه های ایالات متحده هم توی محیط آکادمیک ایالات متحده وارد بشن و بتونن که تاثیرگذاری داشته باشن به رهبران نسل بعدی که اینجا تربیت میشه، به نخبگان جامعه دسترسی داشته باشن و بتونن یک قدرت نرمی رو ایجاد بکنن. ولی در مورد چین به طور خاص این نگرانی بیشتر از این ناشی میشه که فقط به قدرت نرم محدود نمیشه و نگرانی جامعه اطلاعاتی آمریکا از اینه که اینها بتونن هم جاسوس پرورش بدن، دسترسی داشته باشن به دانشجویان چینی که میان به ایالات متحده برای تحصیل، اونها رو دنبال بکنن، ببینن در چه حوزه‌های فعال هستن، از اونها استفاده بکنن، و همینطور از اونجایی که خیلی از پروژه‌های تحقیقی که وزارت دفاع ایالات متحده خیلی وقتا گرانت هایی به دانشگاه ها میده که روی پروژه های تحقیقی حساسی کار بکنن، میتونن از این طریق در دانشگاه ها شاید به اونها هم دسترسی پیدا بکنن. و مراکزی که اینها ایجاد کردن اول به عنوان مراکز زبان بوده و خب کم کم گسترش پیدا کرده و کشورهای دیگه هم همونطوری که گفتم و توی اون مقاله نیویورک تایمز هم اومده، کم کم این روند رو دنبال کردن که مراکز برای مثال اسلامی ایجاد بکنن، ولی این بودجه که در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیره به یک اهرم فشار تبدیل میشه که اگر خوشحال نباشن از شیوهی که دانشگاه داره برای مثال در مورد کشورشون صحبت میکنه یا تحقیقاتی که اونجا داره ارائه میشه، میتونن این پول رو پس بگیرن یا دیگه ندن و به خاطر همین تحت تاثیر قرار بدن. از این جهت هست که مقداری نگرانی ایجاد شده. فرشته پزشک توضیح میداد، تحلیلگر مسائل آمریکا. به این ترتیب به پایان بخش خبر می رسیم. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.